در آغاز سخن رسم قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. برز سلام و صبح بخیری خدمت شما بینندگان عزیز. به امید از اینکه سالم و سلامت باشین و در پای تلویزیون هایتان نشسته باشین و بیننده برنامه خودتان یعنی شگوفه های فردا باشین. باز هم من کوثر عرفانی با همکار عزیز ما کوثر مصباح جان در خدمت شما هستم. حال یک وقفه داریم، بعد از وقفه همکار خوب ما کوثر مصباح جان با عالمی از حرفای قشنگ و زیبا در خدمت شما هست. برگشتیم و با شما خوبان هستیم. بخش نخست برنامه هست و حضور کودکان عزیز را با خود ما داریم، کودکان دلبند شما، خانواده های محترم که هر کدامشان مطمئنن از استعداد و ویژگی خاصی برخوردار هستن. ما کوشش میکنیم که در برنامه صبح فردا روزهای سه‌شنبه هم برای شما خانواده های محترم اختصاص بدیم که از کودکان و نوجوانان شما خانواده های عزیز دعوت کنیم و استعدادشان را هم برای همه مردم ما، برای همه جهان به نمایش بگذاریم. در این قسمت برنامه هم علی جان حسنی رو با خود ما داریم و همچنان ای که سکینه جان حیدری، دوتا از کودکان عزیز که امروز صحبت‌های زیبایی با ما و شما خواهند داشت. علی سلام، صبحت بخیر. صبح شما بخیر. صبحت بخیر، خیلی خوش آمدی به برنامه. من خوشحال هستم که امروز علی جان رو در کنار خود دارم. یک سلام علیکی هم تو سلام علیکی دیگه گرم با هموطنان عزیز ما داشته باش، کسانی که همی اکنون دیگه علی را از تلویزیونهایشان میبینن. تشکر استاد، خیلی ممنون. یک سلام علیکی نمی داشته باشی که هموطنان سیستون. خب بفرما. صبح همه شما بخیر، امیدوارم که خوب باشین. مرا دارین از طریق تلویزیون رو فردا میبینین. آفرین دیگه، امیدوار باشم که تو همه برنامه ما را همراهی کنیم. بله، به بچه گپای قشنگ دیگه از همه هموطنان عزیز هم به علی تقاضا کرد که تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشند دیگه. نه صحبت های مقبول آوردن امروز با هموطنان عزیز، نه شعر آوردن دیگه، صحبت های باز بیشتر را در لابلای برنامه که خودتان می داشته باشیم. سیسته بسیار عالی. و همچنان ای که سکینه عزیز را هم با خود ما در برنامه داره. صبحت بخیر رزم. صبح شما بخیر. یک سلام علیکی هم داشته باش که کسایی که خودت هم یکنون میبینم. سلام بر شما، سلام بر همکاران شما، سلام بر تلویزیون فردا در این لحظه ما. بله، بسیار زیاد به برنامه خوش آمدین. صنف چند هستی سکینه جان؟ صنف سه هستم. صنف سه را خلاص کردی یا صنف سه میشی؟ صنف سه را خلاص کردم. آفرین به تو دختر لایق. خب به نظرم پارچه‌ت گرفتی؟ بله. درجه چند آمدی؟ چه الف. آفرین. در کل دیگه امروز مهمانایی که ما داریم کوثر عزیز همونطور لایق هستن، درس خوان هستن، همونطور درس های مکتبشان خوب میخوانن و کارخانگی که استاد میته دیگه دم سر وقت انجام میتن. همونطور گپ هست نه علی؟ بسیار عالی. علی ما صنف چند هست؟ ما صنف دو. مایک تا کمک بالا بگی که دوستا صدای تا بشنون. استاد صنف دو. صنف دوم تمام کردی؟ آسه. بسیار عالی. صنف دوم تمام شد. فعلا هم که ما در فصل زمستان قرار داریم. هوا سرد شده نه؟ آسه. از امو خاطر دیگه علی ما تو جمپر زمستانی گرمش پوشیده. آسه. بسیار عالی. در این شب و روز مصروف چه کاری هستی؟ درس میخوانی؟ صنفای انگلیسی یا هم مزامین مکتب را فرا گرفتی یا نه؟ انگلیسی ما رو مکتب. بسیار عالی. مکتب را یعنی فکر کنم که برای سال جدید دیگه آمادگی میگیره نه؟ آست. صنف سوم. صنف دوم درس مکتب سخت شده بود؟ نه. سخت نبود؟ نه. نسبت به صنف اول سخت نشده بود درس ها؟ نه شد. در کل فکر کنم دیگه خوب زیاد میخوانی، باز هیچ سختی بر خودت نیست دیگه نه؟ نیست. آفرینت، بسیار عالی. علی ما دیگه از همون پسرایی هست که خیلی توانا هست، درسای مکتبش خوب میخوانن و برایش درسی هم سخت نیست، چون زمانی که یک بار تلاش کنن درسش خوب بخونه مطمئنن که میتونه که موفق هم باشه نه؟ بله. بسیار عالی. خب سکینه جان، حالا که مکتب خلاص شده در کورس میری؟ نه خیر. کورس نمیری؟ نه. خب به نظر مزامین برات خیلی آسان است که تو کورس نمیری نه؟ بله. خب تو بیشتر از مزامین چی را زیادتر دوست داری؟ همگیش.
همه گیش نه یکیش دیگه. شاید ریاضی. مام ریاضی را دوست دارم، خیلی زیاد دوستش دارم. بله بسیار عالی. سکینه عزیز، از رنگا کدام را دوست داری عزیزم؟ سرخ. رنگ سرخ دوست داری که امروز اما تو رنگ سرخ مقبول را سکینه پوشیده، هم کالایش سرخ است و چادرش یک کمک دیگه شباهت داره به جیگری، نه؟ در کل رنگ سرخ دیگه رنگ نظربند هست، نه؟ چشم نشی. بسیار عالی، خیلی خیلی خوشحال هستم از حضور خودت سکینه عزیز. امروز در برنامه بر ما چی آوردی؟ یک بار شعر درباره سلطین. بسیار عالی، شعر داره امروز بر ما سکینه در برنامه، انشاءالله در لابلا خواهد خواند. و علی چی آورده باز امروز بر ما در برنامه؟ استاد من سخنان بزرگوار در مورد کتاب. بسیار عالی، سخنان بزرگان آورده در مورد کتاب، درست؟ بله. کتاب دوست هر کدام ما هست، نی؟ بله. خودت چقدر کتاب میخوانی؟ مطالعه میکنی؟ آسد کتاب قصه. آفرین، کدام کتاب قصه را خواندی و برای دوستایت هم پیشنهاد میتی که بخوانن؟ استاد زیاد خونده میگه. نامش به یادت مانده؟ ایگون. یک تایش نامش خیلی بر ما بگو. مرچه. کتاب مرچه. خوب کتاب قصه بود؟ استاد. در چند روز خواندی؟ بوره. استاد در کتاب خونه مکتب بود، کم بود. در یک روز خلاص شد دیگه. یک روز هم نشد، یک ساعت دو ساعت، نه؟ آسد. آفرینه، در کل دیگه مطالعه کردن سطح آگاهی ما رو بالا میبره، نه؟ بسیار عالی. کوثر خودت مطالعه میکنی گاه گاهی؟ بله. کدام کتاب رو زیاد مطالعه میکنی؟ کتاب خرس. خب دیگه کتاب های قصه است یا نه؟ کتاب های قصه هم هست. در باره بیرون از کره زمین خیلی دمه یکان معلومات پیدا کردیم، خود دیگه زیادی نکردیم. آفرین، یعنی در کل هر کدام ما زمان که مطالعه کنیم باز میتونیم که معلومات زیادی را جمع آوری کنیم و در ذهن ما بسپاریم، نه؟ چه خوب است که در این قسمت برنامه ما شعر سکینه را بشنویم. کوثر آماده هستی؟ بله، شروع کن. من بی‌صبرانه منتظر هستم که شعر سکینه رو بشنم. آماده هستی بخوانی سکینه؟ بله. بفرما، ما هم منتظر هستیم و دوستایی که هم یکنون خودت هم میبینه هم منتظر هست. بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اصولیدین و دانستنش گنج بود. اول خدا یک تا یعنی تکو به هم تا. دوم خدا عادل است، بر همش قادل است. سوم نبوت نبی خدا فرستاده نبی. چهارم امامت آمده بهر هدایت آمده. پنجم میعاد محشر روز جزای کافر. شکر خدا مسلمان اصول دین را میدانیم. به به سکینه جان، شعرت مثل خودت زیبا بود، واقعا خیلی زیبا بود. خیلی تشکر که از اصول دین به ما شعرش گفتی، خیلی یک شعر زیبا بود واقعا. بله، مطمئنن کسانی که همی اکنون بیننده برنامه هست به خصوص کودکان عزیز دیگه شعر زیبای اصول دین را امروز از سکینه یاد گرفتنه. سکینه شعر چه زمان یاد گرفته بودی عزیزم؟ سنف اول و دوم. در کل این شعرا رو برای ما اساتید عزیز یاد میتنه، خودت از همون وقت به یادت مانده، نه؟ بله. دیگه شعری از امو سنف آمادگی هم برای یادت مانده؟ بله. کدام شعر؟ توب. شعر توب. علی چی شعر توب یاد داره؟ باست. خب بخوان تو که ببینیم شعر خودت با شعری که سکینه قرار هست در رابطه با توپ بخونه فرق داره یا نه. آماده هستی بخونی؟ بله. بفرما. یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه. یه دونه میزنم زمین میره، هوا میره، نمیدونم کجا میره. من این توپو نداشتم. مشقامو خوب نوشتم. بابام برام کادو داد. یه توپ قلقلی داد. آفرین، به افتخار کلگی ما یک چکچک کنیم. خیلی زیبا. سکینه دیگه یک چکچک نمیکنه. چرا سکینه؟ چکچک چرا نکردی عزیزم؟ شعر خودت با شعر علی فرق داره؟ نه. امی شعر بود نی؟ بله. آفرین. کدام وقتی شده باشه که بر پدر جان کادو داده باشه علی یا تحفه داده باشه باز توپ بوده باشه؟ نه بوده، نه؟ این شعر بود دیگه، نه؟ شاید تحفه های بهتری را بر خودت پدر جانت داده، نه؟ از مادر پدر تحفه گرفتی؟ آسد. چی تحفه گرفتی؟ چی بوده برات خریدن؟ اونسا زیاد. مثلا یک تاش نام بگی؟ یک تاش نام
در جشن تولد سپرایز بکرد. سپرایز میکرد علیره در جشن تولدت نی؟ با چی خریدن توفه؟ توفه اصد کالا خریدن؟ یگانانش کالا بود کله لباس. در کل دیگه تو خوب خودت سپرایز میکردن نی؟ روز تولدت دوست داری؟ اصد خیلی خوشحال میشه نی؟ خانواده خوب تجلیل میکنن. بزر آفرین. خب شریک خودت امروز آوردی بر ما در رابطه به چی هست علی؟ شعر ناورده علی، راستی من فراموشم شد، سخنان بزرگان آورده در مورد کتاب، درست؟ آش. بفرما بخوان بر ما. استاد حضرت علی چنین فرموده است، چنین فرموده است: یک، کتاب باغ و بستان دانشمندان است. آفرین. دو، کتاب غذای روح بشر است. گفته دیگری داریم از دانشمند انگلیسی: کتاب یک، کتاب معلم است که شاگرد را بدون عصا و تازیانه تربیت می کند. دوم، ستون تمدن قرن حاضر، قرن حاضر کتاب و مطبوعات است. تشکر. آفرین، چقدر سخنان زیبا دیگه در مورد کتاب بر ما داشتینی. بسیار عالی. خودت یاد گرفته بودی یا کسی بر یاد داده بود؟ استاد خودم یاد داشتم. خب آفرین. کتاب خواندن یاد داری؟ بخونی؟ مطالعه کنی؟ خب تا لده کتاب خونه رفتی؟ آسود. چند بار؟ زیاد رفتیم در مکتب. خب در مکتب رفتی، با پدر مادرت رفتی؟ نه. بهترین دوست کتاب است. بله. اما تو نیست؟ اگه کتاب نباشه، اگه کتاب نباشه چی میشه؟ علم یاد نمیگیریم. آفرین، علم یاد نمیگیریم. من یک شعر در مورد کتاب دارم. کسان نسبا جان میشه من بخونم؟ بله به به. دیگه در کل امروز مهمان ها و مجری دیگه در کل در رابطه به کتاب قرار هست شعر بخونن. خب ببینیم شعر کوثر که در رابطه به کتاب چگونه هست. درست شما آماده هستین؟ بله. بسیار عالی، بفرما شروع کن کوثر جان. من کتابم خوش کلام و خوش بیان، میدهم هر دم هزاران پندتان، ذهنتان را روشن و دانا کنم، قلبتان را گلشن دنیا کنم، نامتان را عزت و شان میدهم، هرچه در دل داشته اید آن میدهم، من شما را درس دانایی دهم، بر دو چشم بسته بینایی دهم، هر طرف با من روی چاد می شوید، در سخن گفتن استاد می شوید، هر که با من دوست باشد موفق است، در دو عالم کامیاب و برحق است. آفرین به به. دیگه تشویق کنن دیگه کوثر جانم، شعر خیلی زیبا را خوان بر ما. آفرین. خب دوست دارم که در رابطه به این هم صحبت کنه علی ما. علی، زمانی که بیکار باشی چه کار را دوست داری انجام بدی؟ تفریح میکنی؟ با دوستایت صحبت میکنی؟ فوتبال میکنی؟ یا دیگه کارها را میکنی؟ استاد مطالعه منو. مطالعه میکنه. به به، خوب است دیگه آدم از اوقات بیکاریش استفاده خوبی بکنه و ای که مطالعه بکنه نه؟ دوست داری در کل در یک روز چند ساعت مطالعه کنی؟ استاد یک ساعت، یک نیم ساعت. آفرین، یک ساعت الا یک و نیم ساعت. گاه گاهی تفریح هم میکنی دیگه، مطمئنن انسان به تفریح نیاز داره نی؟ باز تفریح مورد علاقه چی است؟ از بازی های بچگانه کدامش را زیاد دوست داری؟ فوتبال. فوتبال میکنی نی؟ بله. فوتبال، در کل زمان که یک فرد بخواه فوتبال کنه دمو تیمش باید چند نفر باشه؟ با فوتبال یا فوتسال؟ اردویشه برای ما بگو، در فوتسال چند نفر باشه، در فوتبال چند نفر باشه؟ در فوتسال باید 10 یا 11 نفر باشه، در فوتبال 13-12 همینقدر. زیاد نگفتی؟ 11. دوستا برای ما بگن، من از فوتبال زیاد آگاهی ندارم. فکر کنم در فوتبال باز 11 نفر کافی هست، درست؟ در فوتسال 5 نفر، در فوتبال 11 نفر. بله. اما تو گفت هست نی؟ آه بسیار عالی. آفرین، فوتبال باز زیاد فایده هم داره نی؟ بله. در رابطه به ورزش کردن سکینه میگه، ورزش کردن چقدر میتونه فایده داشته باشه سکینه برای صحت ما؟ بدن آدم صحتمند میسازد. آفرین. خودت ورزش میکنی؟ نه خیر، زیاد نمیکنم. چرا؟ خاطر وقتی میایم در مکتب
درسای خودم میخونم، بعد میایم کارخانگی خودم میکنم، کارخانگیم خلاص شد، کارش میکنم بعد از اون. بله، پس خوب است که من بعد دیگه ورزش کردن جزی از همو تقسیم اوقات قرار بدی، که همو 10 دقیقه از نخست خوب است که از همو 10 دقیقه شروع کنی، باز 20 دقیقه و بالاتر همو تو، درست؟ بله. علی جان میخوای دانده چی کاره شایی؟ دانشمند میخوای شایی؟ آست. خب چرا میخوای دانشمند شایی؟ من دانشمند زیاد خوش دارم. خب سکینه جان تو میخوایی چی کاره شایی دا اینجا؟ معلم. معلم چی خوبی داره؟ بذاره که همه چیز را یاد دارد. بله، معلم در جامعه خود خدمت میکنه، به شاگردهای خود علم میاموزه. متوجه هستی؟ بله. خب این را میفهمیدی که شغل پیامبرا معلمی بود؟ بله. خب بسیار عالی، خوب یک دختر دانام هستی حتما. بله بسیار عالی، من خوشحال شدم از حضورت علی عزیز، دانشمند آینده ما و همچنان سکینه نازنین، دختر خانم توانا، زحمتکش و همیشه کوشا، که انشالله خودت ببینم دیگه یک روز معلم شدی، درست؟ بله انشالله. یک وقت پیام بیای معلم، سکینه خوب یک معلم بزرگوار است. بله یک معلم عالی است، شاگرداش همیشه از پیشش درس خوب یاد میگیره. اما تو نیست زهرا جان؟ سکینه جان؟ بله. بله دقیقا. کدام گپ و گفتنی هم داری علی برای کسایی که هم یک خودت از تلویزیون میبینن، برای هم سن و سالانت، برای دوستانت، دوستای صمیمیت که یگان دفعه کچان در بیرون ساتری میکنی؟ بفرما. استاد تشکر که من را از این طریق تلویزیون میبینن. بله دیگه مرا دارن نگاه میکنن و سخنهای مرا. برایشان چی آرزو داری؟ برایشان؟ آرزوی چی داری؟ یک آدم های خوب شوند. آدم های خوب شوند، درس بخوانند، به گپای معلم هایشان گوش کنند. بله. زیاد شوخی هم؟ نکنند. چقدر پیام زیبا دیگه علی برای دوستانش داشت. سکینه هم کدام گپ و گفتنی داره؟ من میخوایم که در همین لحظه که ما را هم تلویزیون فردا میبیند میخواهم پیشرفت کند. آفرین. دیگه؟ سربلند باشد. آفرین. تمام؟ بله. بسیار عالی، خیلی پیام زیبا برای ما داشتین. انشالله که هر دوی تان نگه در درسای مکتب همونتون موفق باشین و همیشه وقت که بتانین دستاورد کسب کنین، درست؟ بله. تشکر از حضورتان. تشکر که آمدین و برنامه ما رنگین تر ساختین.